بعد از عرض سلام خدمت بیننده گرامی شما عزیزا را به بخش ترجمه توزیع قرآن کریم خوش آمدید میگم و در بخش قبلی تا آیه 92 سوره آل عمران را با هم خواندیم و امروز با کمک خداوند سبحان از آیه 93 همین سوره مبارک آغاز میکنیم. به نام خداوند رحمان و رحیم. کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة. در اینجا در این آیه مبارک صحبت از بنی اسرائیل است. بنی اسرائیل اولاد اسرائیل، اسرائیل کی بوده؟ حضرت یعقوب. حضرت یعقوب فرزند اسحاق، یعنی بچه اسحاق و نواسه حضرت ابراهیم. خود معلومات خوب است که دوستای ما این معلومات داشته باشن. و در اینجا یاد میکنه که همه تمام خوردنی ها، تمام خوردنی ها و نوشیدنی ها همه شامل میشه دیگه. همه تمام حلال بود برای اولاد یعقوب. الا ما حرم اسرائیل على نفسه. در اینجا دیگه بنی اسرائیل یاد نشد، اینجا اسرائیل یاد شد. مگر او چیزایی که اسرائیل یعنی خود حضرت یعقوب سر خود حرام کرده بود یا سر خود حرام کرده بود بگوییم، بله لغت بد نیست. و البته در تاریخ و در تفاسیر و اینا نوشته میکنن که حضرت یعقوب الا ما حرم اسرائیل، اسرائیل حضرت یعقوب است، که حضرت یعقوب یک تکلیف داشتن و تکلیفی که آزاردهنده بود برشان. نظر کرده بودن که اگر از این تکلیف رهایی پیدا بکنه و خداوند شفا نصیبش بکنه، یک چند غذا یا یک تعداد غذایی را که بسیار خوش داشت نظر کرده بود که من دیگه او را نمیخورم. نظر کرده و اون نظر باید ادا بکنه در اقل. اینجا این صحبت عزیز که اگر این داستان درست باشه، که البته معقول به نظر میرسه، اما یک داستان هست که قصای هزار سال بیشتر از 1200 سال 1500 سال پیش است، یا بیشتر از 2000 سال پیش. خب صحبت از اینجا آغاز میشه در اینجا که تمام غذاها برای به اولاد یعقوب حلال بود، به استثنای اونایی که خود یعقوب سر خود حرام کرده بود قبل از اینکه تورات نازل شود. مسلمان پیش از تورات بود یعقوب علیه السلام، چون تورات بر حضرت موسی نازل میشه. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. خب آن برای بنی اسرائیل خطاب هست که اگر شما راضی نیستین یا فکر میکنین که تو یک چیزی نیست و چیز دیگه برای شما داده شده، خب پس فأتوا بالتوراة، بیارین تورات را فاتلوها، او را بخوانین إن كنتم صادقین، اگر شما صادق هستین. که اگر چیزی دیگه بوده در تورات که گفته شده بر حضرت موسی در این مورد، خب بیارین تورات رو بخونیم ببینیم که او چی میگه. فمن افترا، آیه 94، فمن افترا علی الله الكذب من بعد ذلك فاولئک هم الظالمون. پس کسی که افترا بکنه دروغ رو بر علیه خدا بعد از این، از جمله ظالم هست. هر کسی که باشه، به هر دیانتی که باشه، به هر عقیده‌ای که باشه. البته این آیات عزیزای من، این آیات صرفاً آیاتی نیست که ما بخونیم و فقط اونا را در نظر بگیریم که اونا از 5000 سال پیش و 3000 سال پیش به این شکل بود خدا اونا را خطاب کرد. اینا درسایی که ما از آیات گرفته میتونیم. پس چی هست؟
درسایی که گرفته میتونیم که ما نباید افترا بر علیه خدا بگوییم. یعنی چیزی که در کتاب خدا نیست نباید به دین منصوبش بسازیم. چیزی که خود ما میخواییم نباید بگوییم که برای در قرآن همیتون آمده، خدا خواستش همیتون بوده. یعنی افترا هست. قرآن کریم به میسر راحت یاد میکنه که کسی که بر علیه خدا افترا میکنه از جمله ظالمین است. بسیار واضح و روشن است. درسایی که ما از یادات گرفته میتونیم بسیار درسای زیبای هست. اگر ما پند بگیریم، اگر صرفا دیگران را ملامت بکنیم، خوب اینا چیزایی در کتابشان هم نبود و میگفتن بر علیه خدا، خدا نکوششان کرده. یعنی ما در حقیقت خود را فریب میدیم در صورت. یعنی درسی از آیات، پند و اندرز از آیات نگرفتیم. قل بگو و محمد صلی الله علیه وسلم صدق الله، خدا درست میگه. فتبعوا ملت ابراهیم حنیفا، پس پیروی بکنین ملت ابراهیم را که او حنیف بود. حنیف کسی که هر کجی و انحراف را رد میکرد به هر نام و نشانه که میبود، آدم مستقیم و راست بود. و این درس بر ما خوبه، درس خوبه بر ما هست که ما خود را به راه خدا مستقیم داشته باشیم و هر او چیزی که مغایرت با کتاب خداست قطعش کنیم، او دور بندازیمش. بس تمام. به هر نام و به هر ذریعه که هست یا به هر کسی که نسبت داده شده باشه. و ما کان من المشرکین، و از جمله مشرکین نبود چون حنیف بود. آیه 96، این اول بیت وضع للناس، اولین خانه که بر انسان گذاشته شد. بر انسان منظور به عبادت انسان است که یک تا پرستی در اونجا برن تمرین بکنن. للذی ببکه، اویست که در بکه هست. کلمه بکه یک اندازه جنجالی هست که چرا بکیات شده، در حالی که منطقه را به نام مکیات میکنن. البته یک جای هم به نام مکیات شده در سوره فتح، اما بکه میگن مسلمان ها، ما مسلمان های دعا داریم که یعنی بکه هم یک نامی از مکه است، در حالی که یک تعداد محققین به یقیده هستند که بکه یک ولی یا یک وادیه که به نام وادی بکا در اون منطقه در شمال، تقریبا در قسمت های اردن یا در اون منطقه هایی که شرق میانه هست مسما هست که در بایبل هم تذکر رفته. بکا که گریه معنا میده، گریه معنا میده. یه مسئله تاریخیش هست، او را مگذاریم که امروز یک سال محققین میگن که مکه خب اصلا به جای دیگه بود که در پترا بوده و چون یک زلزله بسیار شدید صورت گرفت، تلفات فوق العاده زیاد داد، به او خاطر مکان انتقال دادن. و اینا یک چیزای تاریخی است، محقق کارهای خود میکنه، اما تا امروز در یک چیز سند موثق از این ناحیه وجود فعلا نداره. ببینیم در آینده چی چیزای دیگه رو میشه. مبارکن مبارک است و هدن للعالمین، و هدایت است برای تمام عالمیان. آیه 97، فیه آیاتون بینات، درو همی خانه کعبه دیگر، فیه آیاتون بینات، درش آیات بیناتی است. مقام ابراهیم، جایی که حضرت ابراهیم استاد اونجا قدم گذاشت و خانه رو بنا کردن همراه پسر خود حضرت اسماعیل. و من دخله کان آمنا، و کسی که در اونجا داخل شود در امن است، در امن و امان هستند در حقیقت. ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، و حق خداست برای مردم که کسی که توانایی داره
یعنی در اونجا حج بکنه. و من کفره و کسی که او را رد میکنه فإن الله غنی عن العالمین، بدون شک خداوند بی‌نیاز است از عالمیان. البته رد کردن معنایش فرق میکنه از این که انسان نرفته فردن، توانایی را هم داشته، ایمان هم داره، باور هم داره، اما غفلت کرده، فرصت برش میسر نشده، نه چیزای دیگه مسئول بوده، نرفته. این فرق میکنه تا این که یک نفر بگه که مکه چیزو، کعبه چیزو، اصلا حد چیز، اینا کلش تفلان است و اینا کلش دروغ است و این مسائل که رد بکنه، او حساب است که قرآن کریم نکوش میکنه که او کس که کفر ببرزه برش خداوند غنی بی نیاز است از عالمیان. آیه 98، قل یا اهل الکتاب، بگوین که او اهل کتاب، لما تکفرون با آیات الله، شما چگونه با آیات خدا کفر میورزید یا آیات خدا را رد میکنید؟ کفر ورزیدن یعنی رد کردن آیات است. والله شهید علی ما تعملون، در حالی که خداوند گواه است به آن چیزی که شما انجام میدید. آیه 99، قل یا اهل الکتاب، بگو ای اهل کتاب، لما تصدون عن سبیل الله، چرا مردم را از راه خدا باز میدارید؟ من او کسایی را که آمنه ایمان آوردن تبغون آهی و جواب شما انحراف پیشه میکنید و انتم شهدا، در حالی که شما شاهد هستید. و ما الله بغافل عما تعملون، خداوند غافل نیست از آن شما عمل میکنید. ببینید همیشه این مطالب عمومی نبوده، یک تعداد بوده که قرآن کریم بارهایی را یاد کرده، ولی ما متاسفانه مسلمان ها وقتی میشنویم فکر میکنیم که همه بهتر است، همه اهل کتاب هم بهتر است. نینی اگه این کار میکنین بسیار جفاکارانه است، بسیار جفاکارانه است. امروز ما و شما میلیون ها انسان مسلمان هایی داریم که در این سرزمین اهل کتاب زندگی میکنن. کدام از اینا را وادار کردن که برین شما پس به مسیح شوید یا یهودی شوید؟ ابدا. حتی از عقاید از اینا دفاع میکنند. خب ببینید که بسیار تفاوت عجیبی است. حتی اون ما هم نمیبینه که اصلا از این گروه ها در این عصر وجود داره نداره. فقط در بین ما مسلمان ها متاسفانه هنوز هم این گروه های افراطی وجود داره که میخواهی کل جهان را به زعم خود مثل خود بسازن، که ناکام هستن در اینجا، در ناکام دنیا و آخرت هستن. یعنی در سایز که ما میتونیم بسیار خوب از اینا بگیریم که عمومی نیست، یک تعداد بوده که بروز بسیار اصلا شاید نباشه، اگر باشم بسیار اندک، و در حالی که اکثریت کوشش میکنن با پیروهای ادیان دیگه، نه تنها محمد صلی دیانت های دیگه، نه تنها مسلمان هایی که پیروی محمد صلی الله علیه و سلم هستن، بلکه هر دین پیروی هر دیانت دیگه در کشورهای غربی به بسیار سهولت، آرامی و صفا میتونن زندگی بکنن بدون از اینکه هیچ اندکترین ناراحتی از این آیه داشته باشن. آیه 100، یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر شما یک گروهی از اهل کتاب را پیروی بکنین، یا ردوکم بعد ایمانکم، کافرین شما را از ایمانتان میگردانه. من توضیح کافی برش دادم. یک گروهی از اینا هست که امروز گفتم بسیار شاید یه چیز در نباشان اسمه. ما در غرب که زندگی میکنیم اصلا یهود و نصارایی را نمیبینیم که مردم را به زور به چیز بکنن، ابدا وجود نداره، ما قطعا وجود نداره. بله. آیه 101، و کیف تکفرون و انتم تطلع علیکم آیات الله، شما چطور رد میکنین این حقیقت را در حالی که آیات خدا برای شما خوانده میشه و فیکم رسوله، ما در بین شما رسول خدا هست. و من یعنی برامو در این سوره آل عمران سوره مدنی است، در سوره مدنی خب اهل کتاب وجود داشته که بله. و من یعتصم بالله، و کسی که
چنگ بزنه به خداوند یعنی به دستورات الهی، فقط هدی الی صراط مستقیم حقیقتا که هدایت شده به راه راست. آیه 102: یا ای الذین آمنوا ای مؤمنین اتقوا الله، خدا را حاضر بدانید، تقوا پیشه بکنید. اگر ما خدا را دیده نمیتونیم، خدا ما را میبینه. حق تقاطی، اما طوره که سزاوار تقوا هست، یعنی خدایی که حاضر است و همه چیز آگاه هست، علم داره، میدانه و ما را حاضر بدانیم. اگر حاضر بدانیم، واقعا یک مؤمن هیچ وقت کار خراب نمیکنه، هیچ وقت و به هیچ عنوان. و اگر اشتباها سر بزن از پیشم، بلا فاصله ندامت میکشن و خدا را از خداوند مغفرت میخواه و معذرت میخواه که خداوند در امان خود داشته باشه. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، و تا پایان عمرتان شما باید مؤمن بانه، مسلمان بانه، تسلیم خدا بانه. مسلمان یعنی تسلیم خدا باشه. آیه 103: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، شما چنگ بزنین به دستاویز خداوند، چنگ بزنین به دستاویز خداوند. حبل که قرآن کریم است برای ما مسلمان ها، برای ادیان یا دیانت های دیگه، تورات و انجیل و کتاب های هر کس بر دیانت دیگه هستن، چنگ بزنین به دستاویز محکم. ولا تفرق، و فراگنده نشه. آیه است که مسلمان ها اکثریت مطلقشان بر علیه ازی عمل کرده امروز. رهبریت ها بگویم، احزاب بگویم، تمام از اینا بر علیه ازی عمل کرده. خدا میگه چنگ بزنین به این کتاب و پراگنده نشین، و درستی کتابم رها کردن و چنگ زدن به قدرت و شهرت و پول و هر چیز دیگه، کتاب رها کردن و درست دقیقا بر علیه حکم خدا عمل میکنن، که به میخاطر خوار و ذلیل هستن امروز امت مسلمان در جهان و بخصوصی احزاب و رهبریت ها. واذکروا نعمت الله علیکم، یاد بکنین نعمات خدا را بر شما. اذ کنتم اعداء، وقتی که شما دشمن بودین، فالف بین قلوبکم، اون فتن داخل دلهایتان، که دشمنی های ده ها سال، صد ها سال دشمنی داشتن با هم دیگر، مثل اوس و خزرج که در مدینه بود، بعد از صد سال دشمنی ها برادر هم شدن. و این مثال های قرآن کریم بر ما میده اینجا. فاصبحتم به نعمت اخوانا، به لطف و خداوند و نعمت او شما برادر هم شده. و کنتم علی شفا حفره من النار، و در کنار از آتش بودین که اگر به والت میمردین. فاصبحتم ببخشید، و کنتم علی شفا حفره من النار فانقذکم منها، و شما را از آن خدا نجات داد، رهایی بخشید شما را خدا. كذلك یبین الله لكم الآيات لكم آیاته، این چنین خداوند آیات خود را برای شما بیان میکنه. لعلکم تهتدون، شاید که شما راه هدایت را بیابید و بگیرید و تعقیب بکنید. و 104: ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف، و باید از شما امت باشه، گروهی باشه که به کارهای خیر مردم را دعوت بکنه، از کارهای شر باز بداره مردم را، که خداوند قبول در راه خود بگردانه. این کارهایی که ما میکنیم از طریق میدیا و اینا، خوب اینه امر به معروف کار خوب بکنین، کار خراب نکنین. من هم میگو میرم، ولی هیچ وقت یه قدرت همه ندارم که یک نفر دست شما کم بگیرم که نکوی کارم، و به زور و جبر و اکراه، برای اینکه او مخالف دین است، توصیه است که مردم را باز، مردم هم متوجه بسازیم که کار کار خوب است، کار کار بد، و کار خوب را تشویق بکنین، از کار بد مردم را باز بدارین. این وظیفه مؤمن واقعی است در شرایطی که است، و هر کدام ما و شما میتونیم که
در حالتش به بسیار خوبی و به بسیار لطف، اگر آدم بتانه که هم نوه خودم رو توجه بسازم، اگر نمیشه بنوت خودشان هست. و اولای کام المفلحون و همین کسایی هستن که رستگار هستن. آیه 105: ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا، و مثل کسایی نباشین که تفرقه ایجاد کردن و اختلاف ورزیدن. من بعد ما جاءهم البینات، بعد از اینکه دلایل روشن برشان آمد، مثل از اونا نباشین. اگر او در اهل کتاب باشه، یا اگر او در بین مسلمان باشه، یا در پیروای هر دیانت دیگه باشه، کسایی که تفرقه کردن مورد ملامتی خداوند هستن، پیش خداوند مسئول هستن. هر کسی که باشه، ما نباید این کار بکنیم. ما باید به سوی کتاب خدا متوسل باشیم و چنگ بزنیم و چیزی که کرده میتونیم از لابلای ازی زندگی خوب و بهتر بر خود و بر هم نبخواد جستجو بکنیم. من بعد ما جا هم البینات، بعضی که دلال روشن براتان آمد، و اولایی که لهم عذاب عظیم، بر از اینا عذاب در مزاری است. کسایی که تفرقه ایجاد میکنه و اختلاف میورزن، که ما در بین ما مسلمان ها بیرندای عزیز بسیار سیاد است. ما باید رای خود درست بکنیم، خواهر برادر ما باید رای خود درست بکنن و سوی کتاب خدا برگشت بکنن. آیه 106: یوم تبیض وجوه و تسود وجوه، روزی که روهای سفید میشن، سفید یعنی نورانی میباشن، و تسود و سیاه میباشن یعنی تاریک میباشن روهای دیگه، در روز قیامت منظور است. فاما الذين اسودت وجوههم، اما روهایی که تاریک است در روز قیامت، یعنی سیاه روسیا هست که اصطلاحا ما میاد میکنیم به نام روسیا شمی میگه، یعنی روسیا به این معنا خجالت زده و مسئول و این مساله، ازشان پرسیده میشه هک فرتون بعد ایمان کن، آیا شما بعد اینکه ایمان آوردین و قلبن هم ایمان آوردین تصدیق کردین در حقیقت حقیقت را، باز حقیقت را رد کردین؟ هک فرتون، آیا شما کفر ورزیدین؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، پس شما سزاوار عذاب هستین. به چه شیری عذابه؟ چرا شما حقیقت را دانستین و درک کردین، اون را رد کردین، دنبال دیگه چیزا رفتین، بخاطر حتما بخاطر یک سلا چیزای فانی و از زود گذر دنیا هست، اگر اون پول هست، اگر شهرت هست، قدرت هست، هر چیزی دیگه هست. و اما الذین ابیدت، و اما اونایی که اما الذین ابیدت، و اون روحایی که سفید شده در حقیقت یا نورانی شده در روز، و اما الذین ابیدت وجوههم ففی رحمت الله، اونا در رحمت خدا هستن، خواهند بود، هم فی خالدون، در روز جاویدان میمانند. آیه 108: تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق، ای آیات خداست که من بر شما میخوانم به حق. و ما الله یرید ظلما للعالمین، و خداوند ظلم بر جمیع عالم نمیخواهد. او بندایش است، خدا ظالم نیست، ما سر خود ظلم میکنیم اگر متوجه نشیم. آیه 109: ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، خدا را سزا آن چیزی که در آسمان ها و زمین است، و الی الله ترجع الامور، و همه کارها به او بازگشت دارد. ویسد و ده: کندم خیر امت اخرجت للناس، یا ایست که بسیار میتونه که مورد سوء استفاده شده، بسیار سوء استفاده شده، که اگر ما دقت نکنیم خداوند میگه که کندم، میگه شما مسلمان ها را، میگه شما خیر امت، بهترین امت هستیم، که اخرجت للناس، که بیرون آورده شدین برای مردم، یعنی ایجاد شدین برای دیگرها. ای کاش ما امت می داشتیم امروز، ای کاش ما امت می بودیم، والا ای کاش که ما امتی می بودیم که همه انسان ها را به سوی خدا دعوت می کردیم
خوب می بودیم با هم انسان ها و سوی خدا، نه به شکلی که خود ما می خواهیم. سوی کتاب خدا به بسیار خوبی دعوت می کردیم. قرآن کریم ما یاد می کنه تأمرون بالمعروف، که شما به کارهای خیر امر می کنین، از کارهای شر و تنهون عن المنکر، از کارهای بد باز می دارین. درست امروز فکر بکنین که یک تعداد درست برعکس می کنن و کارهای شر بیشتر توصیه دارن تا کارهای خیر، جدایی، نفرت، بدبختی ها و افرادگرایی های قتل و کشتار. خوب اصلا سر جایشان که برین بکشین، خوب این کار خیر است. آیا امر به معروف است؟ خب درست، امت برعکس است. او خیر امت دیگه نیست، او امتی که خدا خواستش بوده اصلا امت نیست. ای کاش امت هم می داشتیم امروز. من چشم درد پشت از امت می گردم که کجا هست امت؟ از عرب گرفته تا افغان و ایرانی و امریکایی و اروپایی، هر جایی که آدم فکر بکنه، در هر کجایی که هست، کجا هست امت؟ انسان ها را دعوت بکنه به سوی خوبی ها و از بدی ها باز دارشانه بگوه که خوب بد هست. نهی که امروز ما به این شکل عمل میکنیم. ولو آمن اهل الكتاب لکان خیر لهم، اگر اهل کتاب هم ایمان بیارن به این کتاب، منظور به این کتاب است محمد صلی الله علیه وسلم، اگر ایمان بیارن خیر است برشان، بهتر است برشان. من هم المؤمنین، از اونا اقتدادش هست که مؤمن هست، و اکثر هم الفاسقون، و اکثرش فاسق است، یعنی از دین فاصله گرفتن، اکثرشان از دین فاصله گرفتن، که درست در بین هر امت است. اگر یک کتاب دیگه قرار می بود که بعد از پیامبر آخر زمان یک پیامبر دیگه می آمد و یک کتاب دیگه می آمد، شاید ما را هم خداوند همونطور خطاب میکرد که مسلمان ها یک گروهی بودن که ازشان اندک مؤمن ولی اکثرشان فاسق، از دین فاصله گرفتن و برآمدن. از کتاب خدا امروز از اکثریت هم زیاد است که ازش فاصله، فوق‌العاده فاصله زیاد گرفته شده. من هم المؤمنون و اکثر هم الفاسقون. بله، خب فکر میکنم که کافی خواهد بود. در این آیه 110 اکتفا میکنیم تا هفته بعدی انشاءالله که در خدمتتان باشم و از آیات 111 آغاز میکنیم انشاءالله. و سلام و علی من تبع الهدا. اولین باری که دوستام سرشیر صدف رو دیدن سر میز صبحانه پرشین ستایل ما، پرسیدن این چیه؟ یه نوع پنیر یا کره؟ بهشون گفتم خیلی خوشمزه تره. حالا که اونا هم سرشیر صدف رو مزه و تجربه کردن، از سلیقه صبحانه و سرشیر ایرانی خیلی خوششون اومده. و وقتی که سرشیر صدف جفت میشه با مربای به و انجیر یا حلوا و عسل صدف، چی میشه؟ بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. I love getting my kids ready and driving them to school. But a careless driver can change your life in an instant. And insurance companies want to settle on the cheap. Auto Accident Help Desk connects victims with powerful lawyers. They fight for you. I called Auto Accident Help Desk and got help for my pain and suffering. Don't let an insurance company take advantage of you. Our attorneys fight and beat big insurance every day. If you've been injured in an automobile accident in the last 6 months, you owe it to yourself to make this free call with no obligation. When I called, they asked me a few questions and matched me with a powerful lawyer who knew how to fight for me. Call now. We're available 24/7 to help you get the money you deserve for your pain and suffering. They got me way more than the insurance company offered. Auto Accident Help Desk helps accident victims like you every day. Call 800-680-1196, 800-680-1196, 800-680-1196. I knew I could get myself out of this. I just needed some hope.
and some help. I took the first step to recovery when I made the call. If you're depressed, drinking, and using drugs, you may need help, and your insurance may offer coverage. Call the Addiction Hope and Helpline now for a free assessment with someone who cares. I had problems just getting to sleep, drinking, and using pills every night. I feel like I'm losing control. I'm afraid I'll lose my job or even my family. Are you losing hope? You can recover and get back on track. Call now for hope and help with proven gentle recovery programs. I never thought that I could be somebody who didn't drink and use drugs. I have something to hold on to for strength. I'm in recovery, getting the help I need. Call the Addiction Hope and Helpline now for a free assessment with someone who cares. Call 800-889-3573. 800-889-3573. ننه دیشب حواس قیمه بادمجون داشتم، گوشت بادمجون و لپه خریدم، چند تایی مهمون داشتم، دادمش عروستون درست کنه، نرنگی داشتم ازه، آبرون رفت جلو هرچی مهمونه، هنوز تنم میلرزه. قیمه بادمجون روب خوب میخواد، عطر فراوون طعم خوب میخواد، این روب گوجه زرین تک مفید و سالم، چون کم نمکه، عطر رو ببین جون باقه ونکه، یعنی خورشت خوشمزه، فقط این روب زرین و یکم گوشته و باقیش کلکه. آره عزیزم، زرین توی روبا تکه، زرین توی دنیا تکه. روب گوجه فرنگی زرین از همه کنون در اکثر فروشگاه های ایرانی و اینترنشنال در امریکا و کانادا در دسترس شماست. محصولات زرین بی همتاست. Loan Depot is better than banks. That's right, I said it. Better than banks. Loan Depot is a direct lender, so you get faster approvals and faster closings, which means you start saving money faster. Refinance at today's low fixed rate. And with our lifetime guarantee, your rates will stay low. Because if interest rates ever drop, you can refinance with Loan Depot without any appraisal or lender fees. 1-800-482-5189. بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. باید بیاموزیم که به دین، زبان، رنگ و عقاید یکدیگر احترام بگذاریم. این تنها راه رسیدن به اتحاد و یگانگی است. با حمد و سپاس به خداوند سبحان و درود به پایان بر روان پاک تمام انبیای الهی، من محمود وسیق در برنامه برگشت به قرآن در تلویزیون جهانی زرین
خدمت شما بیننده گرامی هستم. امروز که 18 جولای سال 2020 میلادی است، خدا خوش و خوشبخت میدانم که باز هم در خدمت دوستدارای قرآن کریم هستم. دوستا و عزیزای ما که موافق نظر ما هستن یا موافق نیستن با نظرات ما و بیننده برنامه هستن، خوش آمدید میگم و انشالله که بتانیم یک روز خود را در یک صفحه ببینیم و هم پیروای قرآن کریم، چیزی که قرآن کریم میگه و ما بتانیم برداشت های بهترین برداشت ها را داشته باشیم. دوستای عزیزایی که بر ما کامنت ها گذاشتن از هفته پیشتر مانده بود، البته چیزایی که ضمناً سوالاتی بوده که باید پاسخ بگویم و تشکری بکنم از دوستا و عزیزا، دوستا و عزیزایی که از همه البته تشکر میکنم، آقای احمدیاری، آقای فرید عمر، قیام خراسانی، سیما ترانه عمر، خانه محبوب کشور ما هستن، هنرمند محبوب کشور ما، لطیف زاهدی، ناهید کبیر و اینا دوستا و عزیزایی است که لطف کردن و ما سرش کام تفسیری ندارم، مگر اینکه سوالی داشته باشن که اسمشان می خوانم بعدن. بسیار تشکر می کنم از همه که بیننده برنامه ما هستن، جای بسیار خوشی و خوشبختی است. آقای نجیب روستایی یاد کردن که به زبان انگلیسی بلد نیستن، اگر هم چیزا را ترجمه بکنیم به فارسی. بعد یک دو کلیپی که مانده بودم، هفته یک چند کلیپ به اصطلاح ببخشین، هفته قبل مامور خب ترجمه نکردم، گرچه که میخواستم ترجمهش بگویم، اما متاسف هستم که اون نوتش من دفعتا نیافتم و نفهمیدم که کدام، چون به در عزیز خانه پخش میشه و یک شما میبینید من دیده نمیتانم، به خاطر معذرت میخوایم. مگر امروز هم که کلیپای داریم و او را ترجمه کردیم که دوستا بتانن ازش مستفید شن. و ضمناً یک بیننده خوب دیگه ما پروین رویین هم همین مسئله را مطرح کردن که لطفا معنا کنی که انگلیسی به انگلیسی آشنا نیستن. برای این دوستا عزیزای ما که یا در افغانستان هستن یا در اروپا هستن، کشورهای اروپایی اینا که زبانشان زبان دیگه هست، و امیدوار هستم که بتانیم ازش خوبتر استفاده بکنیم. و یاد کردن آقای تواب نور یاد کردن که سوالشان است، البته که قرآن را در دسترس دارید و برنامه‌تان هم برگشت به قرآن است، نمیدانم پشت کدام حقیقت شما میگردید. خوب سوال است آقای نور، بسیار آقای تواب نور سوال خوبی کردن. بلی قرآن پیشویم است و هیچ وقت ما هر جایی که همیشه برنامه ما با قرآن کریم است، چون برنامه برگشت به قرآن است، یا به هر جایی که میرم صحبت مسائل دینی یا مسائل ترحیم، قرآن همراه ما است همیشه و بسیار مطمئن می باشم و این قرآن با ما باشه. ساعت ها مگر صحبت بکنم بات نیستم، بی‌مضمون نیستم و مطمئناً آیات برای دوستان میارم، ازش صحبت میکنم و جای بسیار بسیار لطف پروردگار هست. و ای که برادرم آیات کردن که خیمت دنبال کدام حقیقت هستم، چرا ما بارهایی را یاد کردیم، منظورشان شاید مو باشه. ببینید عزیزای ما که امروز ما در جهان 1.5 میلیارد مسلمان که داریم، من به یقین گفتم میتارم که هیچ خانه مسلمان نیست که حداقل یک کپی قرآن نباشه در خانه. و من یقین دارم که شما هم همچون فکر میکنید، هیچ خانه مسلمان نیست که یک کپی قرآن یا با ترجمه یا بی ترجمه عربیش یا هر چیزی که هست، یا فارسیش یا انگلیسیش، یعنی یک کپی قرآن در او خانه نباشه. ممکن نیست. این حقیقت است که کتاب ما هست. ولی آیا
مسلمان ما از این حقیقت آگاه هستند که برادر ما سوال کردن؟ سوالم خودشانم که دقت کنن جواب میگیرن. آیا مسلمان ما به این حقیقت کتاب رسیدن؟ فکر کنین که در کشور عزیز ما در افغانستان قرآن به دسمال ها 7 دسمال باید بپیچانید، در تاق بلند باید بانید که خاک نگیرش، خراب نشه، و اگر کسی وفات میکنه باید سرش مرباد بکنین، یک سوره یاسین بخونین. خب به حقیقت قرآن رسیدن؟ خب نرسیدن، حقیقت قرآن نرسیدن. یا بیاین یک قدم جلوتر بریم، در کشور عزیز ما و کشور اسلامی رمضان میشه، ختم قرآن میکنن، در 3 شب ختم میکنن، در تراوی در 7 شب ختم میکنن، در 10 شب ختم میکنن. و این ختم است که در 3 شب یا 7 شب یا 10 شب ختم میکنن قرآن، و در هر مسجد 100 نفر ختم میکنن و یک جمله از این نفهمیدم که چی قاری خوان، نفهمیدم که قاری چی میخوانه. بسیار خوش هستن که ختم شد. آیا یا به حقیقت قرآن پی بردن؟ از خود سوال بکنیم، آیا به حقیقت قرآن ما هست که ما باید ختم ها بکنیم و هیچ نفهمیم ازش؟ که ما یاد کردیم که یک کس اگر تمام قرآن ختم میکنه و هیچ نمیفهمه، از او کرده یک آیه قرآن را که خوب دقیق فهمیده، با معنایش فهمیده، دقت بکنه، 10 دقیقه 15 دقیقه وقت خود سرش بگذرانه، 30 ساعت وقت خود سرش بگذرانه، او را در زندگی خود پیاده بکنه. از او تمام قرآن که ختم کرده، از او کرده اما یک آیه که فهمیده، اصلا از این برکات و از این خوبی های از این کتاب مستفید شده که مردم ما بعد از 1400 سال هم هنوز به یک قد نرسیدن. شما فکر میکنین که یک قد هنوز حق قد رسیده و تمام چیز درست است؟ ما هم دیگه چرا از حق قد صحبت میکنم؟ یعنی هدف ما همیست که همین حقیقت قرآن برای بندهای خدا برسه، که مسلمان برادر خواهر من، ای که به او شکل فکر میکنین، این قرآن به او خاطر فرستاده نشده. هنوز یا خود دردهای همیشگی ما هست، کمام نیست دیگه، یک عالم هست، اما اونایی که این قرآن میخوانن و میفهمن، آیات قرآن میخوانن با تفاسیر که با روایات که انسان او را ساخته، میبر انسان را غرق میکنه در یک جای دیگه، از مسیر اصلی قرآن میکشش میبر در یک جای دیگه، و همه اکثریت مطلق مسلمین امروز به یک ایده است که اونمون روایات قرآن را تفسیر میکنن، در حالی که خداوند خودش یاد میکنه که قرآن ما برای یاد گرفتن و دقت کردن آسان ساخته ایم. آیا کسی هست که دقت بکنه؟ ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. آیه 22-32-40 از سوره قمر، سوره 54. خب آیا اینا حقیقت درک کردن؟ نه، باید وظیفه خود میدانم که این برنامه را داشته باشم، وظیفه خود میدانم که بگویم که دنبال حقیقت باشیم، یعنی حقیقت را برای دیگران برسانیم، که نه، قرآن به این خاطر نامده. قرآن کلام حق است، کلام ربانی است، و او این را بر ما روان کرده که هدایت بر ما باشه، راه راست بر ما نشون بده. عزیزای من، اگر نیم ساعت وقت کار دارم، انشاءالله با در خدمتتان می باشم، خطایتان را می گیرم. پس اینجاست که
اینجاست که این نکات ما باید دقت بکنیم. و از این مثال ها من یقین دارم که هر کدام ما و شما میتونیم مثال های زیاد بدیم. پس یه حقیقت قرآن که برای مردم خود ما، برای عزیزای ما، خواهر برادر ما نرسیده، ما باید برشون برسونیم. دنبال دقت هستیم. بله. متاسف هستیم که 1400 سال تا حال مسلمان ما به این حقیقت نرسیده. اما مایوس نیستیم امروز و عصر میدیا و تکنولوژی و اینا بسیار زیادی رسانه که هست، امکاناتی که هست، واقعا ما را میتونه بسیار خوب در اینجا کمک یاری بکنن. یک تن از عزیزای ما، از افغانای عزیز ما که البته یک بار تقریبا هفته پیشتر بود تلفن کردن، ابراش صحبت داشتم در تلویزیون بیرون، بعد از تلویزیون صحبت داشتیم، یک نیم ساعت صحبت کردم. خب نظرات متفاوتی دارن، هر کس محترم است، البته نمرهشان نمره پرایوت می آید و معمولا من نمره پرایوت نمی گیرم و خصوص که بعد از تلویزیون است. ولی یه عزیز ما تقریبا امروز پنجشنبه 10 بار زنگ زد، دارم در چیزش 10 بار نمره پرایوت شان آمد، سر به سر روز پنجشنبه زنگ زد و بالاخره دیگر حوصله عزیز ما سر رفت و یک مسیج گذاشت. نمی 10 بار مسیج نگذاشته بود، بالاخره باز در آخر دیگر یک مسیج گذاشت و شکایت کرد. شکایت کردن که چرا تلفن های دیگران شما در برنامه لایف تان نمیگیری، چرا در برنامه لایف تلفن ها نمیگیرن. شکایت سر شکایت و چندین برنامه ساز دیگرام کردم، من یک جای کردم که منم میدانم تقصیر از اونا چی بوده. خب عزیز ما ناراحتی خود کشید و کلماتی هم نثار کرد به اصطلاح، ولی من خنده گرفت وقتی شنیدم اون روز پنجشنبه برنامه تکراری را دیدن و در برنامه تکراری خود من نمیتونم تلفن را بگیرم، برنامه تکراری از روز پنجشنبه گذاشته میشه و عزیز ما برنامه تکراری را میبینه و زنگ زده میره و میگه چرا برنامه خط مرا چرا نمیگیری، برنامه لایف چرا خط مرا نمیگیری، فقط یک چند نفر است که میاد برات زنگ میزنه و تایید میکنه و این آن. خب عزیزای من، آدم والله خنده میگیره، آدمه که چطور دقت نمیکنن. باید برادر ما و عزیزای ما باید بفهمن که برنامه زنده ما، برنامه لایف روزهای شنبه از ساعت 10 تا 12 است. برنامه لایف روز شنبه ها از ساعت 10 تا 12 و البته روز پنجشنبه تکرار نایش میگذاشته میشه یا میشه هم که تکرارش میگذارن، دوستا تکرارش میبینن، او برنامه لایف نیست. و امیدوار هستم که، و ضمناً دوست ما که شکایت کردن و ناراحت بودن یاد کردن که خوبی کتاب های رکت بشترت گذاشتی و در این آلمانی کتاب های بگویم شلف کتاب گذاشتی، مردم با اجزا فریب نمیخوره و از این مسائل. خب بسیار جای خوشی است، ولی کاش فریب نخوره مردم. ما هدف ما همیست که مردم خود را بتانیم از این خوشباوری بکشیم که مردم به این زواهر فریب نخورن، که کس به کتاب ها مثل مواریقه در کتاب در پیشتر خود داشته باشه و فکر کنه که هر چیزی که همی گفته که درست است. ما باید از عقل خود کار بگیریم برادر خواهر من. هدف ما همیست که مردم ما خوشباوری را رها بکنن. و دوستان خطایشان هم میگیرم. عزیزای ما اگر لطف بکنین یک نیم ساعت دیگه برای ما وقت بدین، انشالله یک دوربانم که آوازش مزاحمت نکنه. پس اینجاست که یعنی ما این حقیقت را باید یاد بکنم که من از دین صحبت میکنم. مطمئن باشین امروز همین کسایی که از دین صحبت میکنه بسیار بسیار کارهایی است که بسیار چیزایی میگن که به خاطر فریب مردم است، بسیار فریب کاری ها صورت گرفتن.
و تنها گناه از اونها نیست، اونها خود یک اجنده و برنامه های دارن، مردم رو به اون مسیر میکشن. این خرافات و روایات و اینایی که گفتم خود کلش فریب است، کلش دروغ است، کلش به نام دین است، کلش دروغ است. کتاب ما قرآن است. اما گناه از اونا تنها نیست، اونا بجندهایی دارن، ولی گناه مردم خوشباوری ماست که مردم ما چو وقت از این خوشباوری میبراید، چو وقت حقیقت را پیدا کرده میتونن خودشان از عقل سلیم خود که استفاده بکنن و حقیقت را بگیرن، وقت است که نه ما اونا را دیگه فریب داده میتونم و نه کسای دیگه که به نام دین صحبت میکنه. چرا؟ تمام فریبکاری ها متاسفانه در کسایی است که از دین صحبت میکنن. یعنی دین بسیار وسیله درآمد بسیار خوب است، دین بسیار وسیله است که بتونه انسان جامعه را مکدر بسازه و خراب بسازه و به هر مسیری که بکشانه میتونن بکشانن، اگر جامعه مردم بیدار و آگاهانه باشن و مردم خوشباور باشن. و امیدوار هستم که مثل که می برادر ما گفته که مردم به چیزا فریب نمیخورن، امیدوار هستم که مردم ما نفریب مرا بخورن، نفریب دیگران را بخورن، چون ما انسان هستیم. و نه کتاب ها اینا میگفتن که هیچ سود نداره. خب کتاب برای مطالعه ماست که من مطالعه میکنم و میخوانم و چیزی که من میایم و هم در از کتاب خدا چیزی که لازم میبینم براتون میگم و برداشت خود رو براتون میگم. اگر شما هم کدام برداشت از اون خوبتر دارین یا قدر وقتش دارین یا هم قدر حوصله‌ش دارین، یک برنامه بر خودتان بگیرین، جای بسیار خوشی است. یا اگر ندارین میتونین یک تبصره بکنین در فیسبوک و یوتیوب، اینا کامنت بگذارین، در خدمتتان هستم که جواب دوستا و عزیزا رو باید بدم. بله. و ضمناً آقای حسینیان یاد کردن که اول خداوند زمین را آفرید یا آسمان را. خب البته آقای حسینیان خودشان چون معلوماتشان در قسمت بایبل اینا خوب است، بایبل بسیار مفصل‌تر در چپتر اول سفر پیدایش هست یا جنسیس همین مطالب بیشتر اونا اونجا یاد میکنن، دید از اونا را امیدوار است خوانده باشن. اما خب از دید قرآن کریم که یک آیه خدمتتان باید یاد بکنم که در سوره انبیا هست، سوره انبیا، البته سوره 21 قرآن پاک، بلی سوره 21 قرآن پاک آیه 30 هست. یاد میکنه قرآن کریم اولم یرا الذین کفروا، آیا کسایی که رد میکنن ان السماوات والارض، آیا نمیبینن که ان السماوات والارض کانتا رتقا، که آسمان ها و زمین همه به هم پیچیده بودن، به هم فشرده بودن، به یک نقطه بسیار فشرده که فوق کمی مسئله تیوری بیگ بنگ همین تیوری همین مطلب را میرسانه که همه چیز بسیار فشرده به شکل بسیار عجیبش و به شکل بسیار عمیقش کمپرس شد، فشرده شد و بالاخره یک انفجار عظیم رخ داد. قرآن کریم واقعا هیچ کس نمیتونه انکار بکنه از این آیه قرآن است. 1400 سال پیش بوده یا نازل شده. میفرمایه که ان السماوات والارض کانتا رتقا، آسمان ها و زمین هر دو با هم پیچیده بود یک جا، ففتقناهما، اینا را از هم جدا کردیم. یعنی دمو انفجار عظیم از هم جدا میشه، انفجار عظیم از هم جدا شده، ففتقناهما و جعلنا من الماء كل شيء حي، و از آب همه چیز را ما زنده ساختیم. افلا یؤمنون، آیا ایمان نمیارن؟ البته یایه آسمان و زمین، آسمان ها و زمین هر دویش در یک آیه میاره که فشرده بودن اینا و از هم جدا شدن. خلقت آسمان و زمین، البته آیات در این موارد زیاد است، اما در یک بخش اختصاصی خودش اگر باز خواستیم روش بیشتر صحبت بکنیم. بله.
آقای زلمی تهماس هم لطف کردن درود گفتن، بسیار تشکرم. زمین باید فیسبوک هم ببینم که دوستایی که لطف کردن، روزنه چیلاک، خالد سراج، احترامات مرا بپذیرین دوست نهاید عزیز. بسیار تشکر آقای سراج عزیز، شما هم بپذیرین انشاءالله که در امان خدا باشین. و محمد شریف، به شرط هم که قرآن را با ذوق خود ترجمه نکنید که شکر که شما ابتکار را میکنید. خب با ذوق خود نیه قرآن عزیزای من که قرآن را میخوانم خدمت شما ترجمه میکنم، چون قرآن همهش هم من میدارم، قرآن همهش پیش من هست. اگر یک آیه را آیام ترجمه لغوی نیست، من در ابتدایش یاد کردیم ولی هم باید یاد بکنم، ترجمه توضیحی قرآن است که یک ترجمه که توضیح داده شود که بیننده ما بگیرد، تفسیر نیست، فقط ترجمه که امو آیت واضح شود خدمت دوستان میرسانم. و این قسمی که من برداشت وقتی من یکی میگم قسمی که در هیچ جای آیه قرآن کریم در جای دیگه مغایرت نداشته باشد. البته به این معنی نیست که من 100% سر خود همی حاکمیت را دارم، به او خاطر من از بیننده و عزیزای خود تقاضا دارم که اگر اونا میبینن که یک جای راستی من فرضاً یک چیز گفتیم در ترجمه توضیحی که مغایرت داره با یک جای دیگه از آیه قرآن، اون را برای من کامنت یک تفسیری بکنن که من خود را درست بکنم، بسیار ممنونشان میشم. اما در عموم در فکر من هست که قرآن چی سر چی صحبت میکنه، آیا مغایرت با این چی صحبت شده یا نشده، که من او را خدمت دوستان میرسانم تا جایی که مقدور است. و غفار زیوری، درود بر شما استاد گرامی، بر شما هم آقای زیوری عزیز درود و رحمت بر همه باشه که انشالله در امان خدا باشن. و ضمناً رحمت الله حمیدی، سوال های خوبی است که دوستا واقعا این سوال ها اگر ما بتانیم یک روز یک برنامه را سرش بگیریم، بلی میتونه شده، اما در این حد مختصرش بسیار خوب است که دوستا سوال میکنن. و آقای حمیدی هم سوال کردن که قربانی در عید قربان بالای کی فرض است و کی باید قربانی کنند. البته کسایی که میره به حج، اون مسائل علایده است که واجب است برشون که در اون شرایط خاص خود میرن و قربانی میکنن، یا قربانی میکنن یا ایست که به وطنهای خود آل امروز امکانات هست که زنگ بزنن که اونجا قربانی بکنن بر غریب بیچاره توضیح بکنن، یا ایست که اما پول چه بر غریب و بیچاره توضیح بکنن. چرا هدف از قربانی کمک به هم و کمک به غریب و محتاج و نادار و بیچاره و یتیم و بیوزن و هر کسی که هست. اما کسایی که در خانه هستن و حج نیستن، قربانی فرض هم نیست، به هیچ فرض نیست برای هیچ کس. مستحب است که انسان انجام بده اگر توان داره که میتونه قربانی بکنه، غریب و بیچاره را نان بده، یا ایست که شاید بتانن که انسان ها همو پولشه برای محتاج کمک بکنه. چرا بعضی کسایی است که شاید به گوشت قربانی نیاز نداره، به پول نیاز داره، دوا نیاز داره، لباس نیاز داره، مسکن نیاز داره، یک چیز دیگه. هدف از این قربانی و این مسائل و صدقات و خیرات و اینا فقط کمک به هم، نه از خواهر برادر من، به شکل پسندیده و بهترش که اگر ما بتانیم کمک بکنیم به هم نوه خود، خود ما استفاده بکنیم به قربانی، به این شکل هست یک قسمتش بر خود میگیرن که میمانی و دوستا همین و حیف و چیز صرف میکنن غذا و با هم میشینن در روزای عید اینا و قسمتشون برای غریب بیچاره اینا. اما اگر پولش هم داده شد هنوز بهتر است که برای غریب بیچاره که بتانه خودشان از او هر رقمی که خودشان میخواین استفاده بکنن، خودشان میخواین استفاده بکنن. بله، در اون صورت میتونه که استفاده بهتر ازش صورت بگیره. حالا آمدیم در این که یک چند کلیپی هم داریم خدمت دوستا که من پیش هفته قبل متاسفانه اون را ترجمه کرده نتانستم. البته کلیپ های دیگه است که اگر لطف بکنن از استودیو
اگر یکی از او کلپ ها رو کلپ نمبر یک شد بگذارن که روی صحبت داشته باشیم در مورد ببینیم که دوست مؤسس استودیو آماده هستن کلپ نمبر اول اگر لطف بکنین بگذارین باز خطای دوستانم میگیرم یک چند لحظه دیگه هم که نتحدى اهل الارض اهل الارض من غير المسلمين ان يوقفون على خلاف واحد بين مصحفين على وجه الارض في صورة او آية او كلمة او حرف. ببینید در این کلیپی که من خدمت دوستان گذاشتم و ترجمهشام کردیم و ایام یک مطلب خوبی است که در مورد سوال و برادر ما که در مورد حقیقت و اینا صحبت کرده بودن شما فکر کنین که شیخ در مصر است دکترا هم داره در دین دکترا هم داره اما شما فکر میکنین که چقدر یعنی ولا دروغ هم از خود اندازه داره یک اندازه داره دروغ به این اندازه دروغ دیگه واقعا یک وقت میگفتن دروغ شاخدار من نمیفهمم چه قسم دروغ است یعنی آیا اینا من پیشتر اگر متوجه شده باشین عزیزا که یاد کردم که به نام دین بسیار زیاد فریبکاری ها زیاد صورت گرفتن و بدترین فریبکاری ها به نام دین است چرا؟ مردم خوشباور است 1400 سال است که اینا بین این عقیده مردم را نگاه کردن به این عقیده مردم را نگاه کردن که ما مردم را نخند چالش میتیم همه مردم جهان را که بیارن دو مصحفی که در کلمه شو در یک آیه یا در سوره و آیه و کلمه و حتی یک حرف از هم فرق داشته باشن من نمی فهم یا آقا خواب بوده که همچون چیزی را ثبت کرده یا بیدار بوده چطور اینا اینقدر به یه اندازه دروغ میگن به یه اندازه دروغ گفتم ما براتون نشان دادیم کتابایی که آوردیم امیالم به شلفم دارم که من 3-4 تای از اینا را که دارم کتاب وش که من خودم 400 جایش نشانی کردیم هم کلمیش که بعض جاها کلمیش فرق داره اکثر جاها حرکاتش فرق داره حرفش فرق داره خب چطور این آزی مردم را چطور فریب میخواهند بدن مردم فریب میخورند تا وقتی که مردم فریب بخورند و مردم ما باید بیدار شود که فریب ما کسایی که از دین صحبت میکنیم نخورند به سوی حقیقت کتاب خود برگردن و ببینن که کتابشون چی میگه چیزایی که من میگم از کتاب خدا براتون میگم و این را ترجمه میکنم توضیح میتونم اگر شما مخالف از دوره در جای دیگه یافتین باید مرا متوجه بسازین یا ملا و اوائز و مبلغ دیگه را متوجه بسازین که در اون صورت واضح است که میتونه که ما را کمک بکنن بسیار تشکر باز کلیپ های دیگه شه بعدا میریم البته میخواد دوستا رو بگیریم بسیار تلفن میکنن برنامه برگشت با قرآن بفرمایید من سلام از میکنم امان کیوان سلام آقای کیوان خوشحال هستم برادر عزیز که شما رو میبینم خواهش میکنم در 12 بار تلفن کردم ولی یک مسئله دارم در اون که ما گفتیم که شما از حرفای یا از تقدینای افراد و اشخاصی که شما تذکر داده نترسین و نمی ترسین اون بخاطر دیرا رای آسانی نبوده و اگر می بود در اطلاع بگوین این ملای الواخور و مردشوی دور از شما ها که شما ملا نیستین و یک محقق هستین اینا می تانستن به جای برسن برحال من هم در این رابطه سوالی دارم سوال من این دارید که ما خدا نخواسته بگویم از روی عجیب بوده باشم ولی میخواهیم معلومات خود زیادتر بکنم در یک
کلیپش برنامه بود آقای وسیق بازی بله بسیار خلاص بود و در اون که ما دریافتم که شنیدم که شما از یعقوب علیه السلام که اون به نام اسرائیل معروف شد بود و قوم از او به اصطلاح که او استنباط کرده بود در خدا نظر از اون و همچنان در رابطه به ابراهیم علیه السلام که او چطور حنیف شد لقب گرفت و او را شما آدم مهربان و خوب و راست و رک و اینا تعریف کردین. من فقط دو سوال دارم بسیار خلاص. بله. اولی که شما چه برداشت دارین از اینکه به نام الله یاد میشه سبحانه و تعالی که امروز شما روی از او صحبت میکنیم و از کلام از او شما حرف میزنیم، آیا منظور و یا التماس آن مبارکین یعقوب اسرائیل از همین الله بوده که او به نظر من به نظر منطق و نظر تورات در اون زمان به حیث خدا مسلمان ها و خدای محمد یا خدای جهان شناخته نشده بود؟ یکی و دیگر این که آیا ابراهیم زمانی که او وفات کرد برای هاجر در بارود پالوده فرستان در غار مکلفی هست که اون خریده بود که داستانش از اون یک به یک میخوانم و دارم، او به نظر من زیادتر از صدها سال پیش ظهور اسلام و شناخت الله که بولم غیب الله بهجون غیب الله به خاطر از اینکه خود المؤمنون بالغیب معرفی کرده است، او از اون همان غیب بود و عالم غیب است. او چطور کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله را ابراهیم بدن بچه تاره نه بدن آزر که قرآن شما میگرد او نخوانده بود، پس چطور نتانست که او را حنیف بدانه؟ و ما کان ابراهیم یهودی هم ولا نصرانی هم ولیکن کان حنیف و مسلم ها این قرآن بود. این هم به نظر من یک درون شاخدار اثبات عزیز هست از اون داشته هایی که من چونکه خود دارم با شما و به جهان اسلام آماده و حاضر هستم که مناظره را برپا بکنم. تشکر آقای کیوان، تشکر، لطف کردید، خدا نگهدارتان باشه، تشکر. ببینیم که البته چون که دوستا بله بانو سلام و محترم، خوب هستین؟ شریف هستین؟ خوب هستین شریف جان، ساعت شما خوب، تشکر، سلامت باشین. خوب هستین؟ در برنامه لایف هستین، آوازتان پخش میشه. بله بفرمایین، آن خواهش میکنم. خوب هستین؟ آیا حضرت پیغمبر سواد خواندن و نوشتن داشتن؟ خب میخوایی روی لین بانی. ببینیم که قرآن کریم پیامبر به نام اون میخطاب میکنه، آیات 157 و 158 که فکر میکنم در میدود از سوره عراف هست، یاد میکنه که اون می هستن، یعنی اون میره ناخوان یا سواد نداشته با اون صورت، یا جای دیوان بیاد میکنه که یعنی اگر تو با دست خود نوشته میکردی، یعنی با سواد میبودی، یک تعداد شک میکرد که پس کتاب خودت نوشته کردی و این مسائل، یعنی از یا استنباط میشه که پیامبر امی بوده، یعنی سواد با اون صورت نداشته. البته به این معنا نیست که وقتی یک نفر به سواد نداشته باشه دیگه باز یک جمله نوشته کرده، یک کلمه نوشته کرده، نام خودم نوشته کرده نتانه. اینا چیزاییست که فرق میکنه البته. اما یک تعداد کسای دیگه است که اونا به یک عقیده است که نه، پیامبر سواد داشته و به سواد نبوده، اومی که قرآن کریم یاد کرده یعنی از کتابای پیشین آگاه نبوده، از تورات انجیل آگاه نبوده، که هم تعبیرهای هست. اما بیشتر با قرآن که میخوانه که پیامبر سواد نداشته، یعنی چیز نداشته که خودش کتاب خوانده باشه، کتاب خود موقع نبود، و یعنی مگر اینکه چیزایی که در چی نوشته بود اینا در مسائلی که بوده، یعنی این سواد ما برداشتم هم نیست که نداشته از دید قرآن کریم. بله شما چی برداشت داره؟ نه در قرآن میخوانیم که ما تو را قادر به خواندن خواهیم کرد، به فراموش نخواهیم کرد در آیه
برای بدون خانم رسول که به جانب خدا تکسرسی تقاضه های گذشتگان یا تقاضه های گذشتگان را مخارد برای بدون خانم کارنامه خدا خود را بخش امروز که خود به عنوان اساسی کنیم به دادرات پیش کنفی هستیم همین آیه پیشتر یک شما ترجمه کنیم در باری پیسه بواد از حضرت پیمنده بوده قبل از این توش از این تو دونه کتاب آزمانی خوندی و ما باید سوال برنوشتی در اون صورت این مردیران در شک و تنگی دستن و در صورت دیگه برسمون دیوده نفس نو تشکر نه تشکر نه بله اگر امو آیات اینا رو باز لطف بکنین در فیسبوک میگذارین یک مسیج که کدام منظورتان کدام آیات است یک ذره آوازتان هم واضح و روشن نیست یا شاید شما هم در اسپیکر ماندین و اینا به اون خاطر به اسپیکر است اینا به اون خاطر یک ذره آواز هم درست نمیه که اگر همو آیات را بگذاریم و باز انشاءالله در هفته آینده سر یک تبصره می کنم که چی منظور بوده بسیار تشکر از لطفتان شما جان خیلی خوب روشن دیگه روشن دیگه رسولی از جامعه در گفتم که امیر اگر لطف بکنین بگذارین من در خدمتتان می باشم چرا نه بسیار تشکر شریف جان خطای دوستانم بگیریم ولی برنامه برگشت به قرآن بفرمایید سلام علیکم واسیق صاحب سلام محترم خوب هستین صحت شما خوب بخیر برنامه دارم بسیار جدی میشنم و بسیار دیگه به اصطلاح همیشه تعقیب کردیم و تعقیب هم میکنم بسیار میرم هستیم دست داریم کل ما شما میاموزیم بفرمایید خواهش میکنم واسیق صاحب توی یک مسئله است که امی چرا امی آدم اصل سر اصل گپ ندارم حالا امی مفتی شما آیات گفته که هیچ آیات شما برابر آیات قرآن نمیتونی نورده اون آیاتش بسیار زیاد است ما شما همیشه گفت داریم مخالفه هیچ آورده نمیتونی لیکن مردم در جوامع مسلمان ها این امیده قبول دارن خب متاسفانه خوشباوری مسلمان از این آیات اگر نکوهی شده بود هدف را از اینجاست ما شما باید تک نجیب سیار زیاد آنی این امید لحظه شما این لحظه ما در مقابلش یک مفتوی اعظم احمد بن لحیب هم برای دام ندارم احمد لحیب که خودش مفتوی اعظم خود فروشگاه از هر قاهره بله این بسیار زیاد نو در مورد این موضوع افغانستان اینجا بیانیه باد این در بسیار زیاد جامعه و عالی حالا ما هدف از این سک باعث یک افغان امی تمام کسانی که در مسجد اینجا تبلیغ میکنن به اسلام همیشه کوشش میکنن که روشن فکری کنن همیشه کوشش میکنن که مردم در راه حق رو دعوت کنن بفهمانن به خصوص این علمای شریف ما افغانستان حالا چرا این موضوع اینا ما همین نمیم کنی چی گفته چی بیانیه داره قاطعه به صورت قاطعه گفت و تمام کسانی که به خصوصا طالبان و داعش اینا پیش روان احمد لهیب مفتی اعظم مصر اون چی بیانیه میده اون تو بیانیه میده که جنگ افغانستان جنگ است که من میگم پیش هم گفتم بازم میگم که جنگ حرام است هر کسی علی اسکل افغانستان دو جنگ اون مرتد است اون نمازش خوندن نشه گروه تاریخ در جهنم است این حاله ببینیم مبردان میگم چرا ما نوانی موضوع در تبلیغ نمی کنم اگر شما به صورت یک قایده حال ما عقیده با علماء امام خود وقتی که دارین روی عقیده آن یای مفتی اعظم برحال احمد کهی احمد لحیبی خود مفتی اعظم مصر است در فروشگاه الحفر
مفتی اعظم است، مفتی اعظم مصر است. ولی چرا بیان نیشه شما نمیمانین طالب و داعش هر قسمه از کار ما رو بنام ملتاز گفتم میکوشم در مملکت ما حمله میکنم این از کار که سر به کف است که از ناموز زیزاد شرف و حب الوطن هم و ایمان دفاع میکنم چرا تو شما میانی موضوع رو بنا میگی؟ ولی چی باید ما اینال حق هر کلمه در این جانه وسیط داری با کمال اعتراف در این جامعه ما اونقدر موضوعات ضد قرآن تبلیغ میشه اونه اون قبول میشه بله لیکن موضوعی که خود از خود قرآن میگه چون اول هم وطن اول ایمان وقتی که میگه خب باید از چرا این علمای ما در این حال از کار ما سردکم از عزت ناموز شرف خود دفاع میکنه این طالب مرتب میگه این داعش مرتب میگه لیکن اون علمای دین چرا نمیگه در مقابل ما یک آدم ناصر نادان بسیار تشکر بسیار تشکر بسیار لطف کردید بسیار لطف کردید خواهش میکنم برادر ما بسیار لطف کردن مهربان هستن این چیز رو گذاشت امو یاد مطلب یاد کردن ولی این چیزایی است که باید تبلیغ شوه ولی تبلیغ نمیشه خب قرآن خب مفتی اعظم همچون فتوایی را داده که فرزن عسکر افغان فرزن عسکر که در افغانستان دفاع میکنه اونا واقعا خب البته جزئیات شما نمیفهم که برادرم یاد کردن نمیخوایم آشه روی بکنم اما بسیار درست است اما اون یک فتوا است اما قرآن که پیش مردم است قرآن از این قرآن ملا تبلیغ نمی کنن واعظ و مبلغ از این قرآن تبلیغ نمی کنن نه تنها از این قرآن تبلیغ نمی کنن بلکه بر علیه قرآن تبلیغ می کنن میگن که پیامبر این کار کرده میگن روایات میگن حدیث معتبر است با تواتر آمده حدیث صحیح است در صحیح بخاری است در صحیح مسلم است خبر ندارن که چی آشغالایی در این کتاب ها است به نام دین چقدر آشغال است که ضد قرآن و ضد تمدن بشری است ولی در کتاب ها هست و از این صحبت از اونها صحبت میکنن از اینا صحبت نمیکنن حال مسلمان که خراب است در جهان امروز خب چیزی که احیان است چی حاجت و بیان است واقعا حال مسلمان که خراب است برای ازی که مسلمان یک کتاب میبوسه و میگه برش ایمان دارم بس خلاص و هر جایی هم که یک روایت باشه که منافع خودشانه منافع شوم و زشت و ضد انسانی یا مثلا مسائل مادی و قدرتشانه تضمین بکنه آیه خود قرآن هم که برشان بگوید میگه نه آیه قرآن باطل شده دیگر یا آیه قرآن هم منسوخ کرده نه باطل منسوخ کرده او روایت هست اصلا همین شیخ را که ماندم همین شیخ یک جای دیگه هم همینطور یاد میکنه که اگر آیه قرآن و یک روایت باشه که با هم در تضاد باشه توسط امو آیه توسط امو روایت او آیه باطل میشه یعنی شما فکر کنید که من میگم اصلا دیگه اینا یک دین دیگه دارن دینشان اسلام نیست یک دین دیگه دارن و این مشکل است که ما داریم بسیار تشکر میکنم که برادر ما همین لطف کرد بسیار زیاد چیز کردن بلی آوردن و ضمناً با اینکه دوستانم خطایشان رو بگیریم که یک آقای شریف نوشته میکنه که آقای وسیق همه آیات را به خاص ترجمه میکنید شاید منظورشانی باشه که به خاص خود ترجمه میکنم که من توضیح کافی دادم که امیدوار استم که اون توضیح را شنیده باشیم که بخواست شما ترجمه نمی کنم چون من این قرآن می فهمم و ترجمه توضیحی که می کنم ترجمه است که شما و بینندای گرامی دیگه ما خواهر برادر ما اون بفهمند واضح شود اگر این ترجمه لغوی خب میرن یک امروز ترجمه های لغوی خب هم به فارسی هم به انگلیسی فراوان است میرن میخوانن خلاص ببینن که چهار کلمه که گفته چهار کلمه ترجمهش چی میگه اما من یک توضیح میتونم که توضیح در حدود قرآن کریم می گنجد اگر شما عزیز ما که برادر ما هست که میگه
از خواست خودش شاید من ترجیح میدم. اگر شما اینطور فکر میکنین که معایرت داره با قرآن کریم در جای دیگه، همو آیت را یا همو مطلبش را برای من روان بکنین، یا از طریق فیسبوک، یا از طریق یوتیوب، یا از طریقی که مستقیما زنگ میزنین، نظراتان را بگوید، من در خدمتان هستم که بتانم مطلب را درست یا بر شما توضیح بدم، یا اگر من اشتباه کرده باشم که به اشتباه خود شخصا اعتراف میکنم. در مورد قرآن، کلام است که من به ایمان دارم که کلام عجیب یک کلامی هست با وصفی که امروز مسلمان ما ازش دور است و مسلمان ما مخلصانه میگه ایمان دارم، اما زحمت به خود نداده که کلام را بفهمم. جای بسیار تأسف است، ولی وجود داره. باز هم امی مشکلات داریم با شما. بیننده دیگه ما راضیه عفیفی یاد میکنن که بله، منطقی و معقولتر به نظر میرسد ترجمه آقای واسیق. بسیار تشکر میکنم از خواهر محترم. و روزنه چیلاک هم یاد میکنن شما برنامه بسازید و ترجمه خوبتر و بهتر نمایید. انتقاد انسان است، اما جرات کن و گپ بزن. در شماره آقای واسیق تشریح کن که بسیار تشکر میکنم از آقای چیلاک عزیز هم. بله کاملا، امروز همین برنامه آزاد و این منظور است که بتانیم صحبت بکنیم. اگر تلفن میکنین تلفن بکنین، نظراتان بگوین. درست است من 20 دقیقه براتون وقت داده نمیتونم، برای اینکه نیم ساعت وقت دیگه مانده فرزن، اما کوشش بکنین به شکل فشرده مطلبتان را بگوین و ببینیم که در آینده ما چی کرده میتونیم. یا ایست که از طریق فیسبوک نظرتان را ارائه بکنین و احترام و امو انسانیت را ما فراموش نکنیم. این چیزاییست که ما را بسیار زیادی درس ها. درست است که باید اختلاف داشته باشیم، باید تفاوت ها را ما داشته باشیم، شما با من با شما، هر عزیز خواهر برادر ما باید تفاوت داشته باشیم، اما این تفاوت ها را ما باید دوستانه، صمیمانه، مؤدبانه طرح بکنیم و ببینیم که دوستا و عزیزای دیگه ما چی نظر دارن، برداشت دیگران چی است. و قرآن کریم آیه 17 و 18 سوره زمر بسیار به می صراحت یاد میکنه: فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. مجده بدین بنده های مرا، اونایی را که به یک سخن گوش میدن، یا سخنا سخن شما را گوش بدن، کامنت شما را بخوانن، نظر مرا بخوانن، ببینن، بشنون، فیتبعون احسنه و از بهترینش پیروی میکنن. بسیار که شما چطور بهترین کدامش را دانستین از اون پیروی بکنین، نه تنها قبول بکنین بلکه پیروی بکنین. آیه قرآن ببینین، اینا زیبایی های قرآن است. والا 1400 سال پیشتر قرآن میای همچو اصول را میگذارن که شما بشنوین و مجده بتین بر بنده های ما، اونایی که به گوش میتن سخن میشنون یا دقت میکنن میخوانن و میبینن که او چی گفتی، چی گفت، کدامش بهتر است، کدامش قرآنی است، کدامش معقول است، عقل سلیم انسان چطوری جا چی بوده چی نبوده، از اون بهترین جا نه تنها میپذیرن بلکه از او تعقیب هم میکنن. و آیه بعدیش هم میگه در این مورد که اولای کلدین هداهم الله و اولای کمون محتدون. فکر میکنم همونطور یک چیزی است که اینا کسایی هستند که خداوند اینا را چیز کرده، هدایت کرده. بلی اولای کلدین هداهم الله و اولای که هم اولو الالباب. و همین کسایی هستند که خردمندا هست، یعنی به این که ما و شما از جمله خردمندا باشیم، این از جمله کسایی باشیم که بهترین ها را میپسندیم، از همه میشنویم. حتی ما حاضر هستیم از خواهر و برادر ما که با ما هم نظر نیستن، نه تنها هم نظر نیستن، جدا هم نظر نیستن با ما، بیاین تلفن بکنن، نظر خود بگوین، تبصره بگذارن در فیسبوک و یوتیوب، برنامه ما به یوتیوب هم هست، تبصره میتونن بکنن، من در خدمتشان هستم و من جواب خودم میگم و دوستا و بیننده های مامونا را میخوانن، بهترین هایش اونا میپذیرن و باید بپذیرن که همه ما و شما بتانیم از جمله کسایی باشیم که خردمندا، اولوالالباب، صاحبان
خرادی را بله و ضمناً خب دوستان کامنت دوستان نمانه تشکر یا دوستای که یا دوستای عزیز شما که استاد وسیق را در ترجمه قرآن پاک ملامت میکنید بروید ترجمه سیمین عمر و طالبان را ببینید بله بسیار تشکر میکنم از آقای زیوری عزیز که یاد کردن بله خب شما برید همون ترجمه را بخونید ترجمه های دیگران را بخونید ترجمه های افراطی ها را بخونید ببینید که اونا چی میگه براتون و عقل سلیمتون براتون چی حکم نوعی ترجمه ما برش بهتر است مطابق قرآن است یا ترجمه دیگران توضیحی که ما براتون میتونم کدامش بیشتر به قرآن نزدیک است و ما را یک بگ جای میرسانه اون تا عاقلانه باشه نه ای که روی تعصب نه ای که از یک ملاصایب یا یک محترم واعظ مبلغه که ریش داره و کلا داره و عبا و قبا داره و زیر تأثیر از او شما برین و بگوین والا خوب از یه باید بیشتر قبول بکنیم برای زیر ببینیم قیافه ایش چیز از آقای وسیق نکتایی میزنه ریش هم تراشیده سر شاملاج نینی اگر دور کردین شما گم راستین اگر این معیار قضاوتتان بود شما قبلا گمراه هستین برادر خواهر من شما فریب زواهر خوردین او زواهره که سلیقه انسان هست من تو یک سلیقه بس انتخاب میکنم برای خود میپوشم یک چیزه انتخاب کردیم یک وایز محترمه که هست او قسم دیگه میپوشن مربوط خودش هست پیامبر خدا در جمع یارا که وقتی میششتن اونجا خب هر کس نمیشتن نه تصویر بود و نه عکس بود و نه ویدیویی بود و هیچ چیز نبود یک کس از یک جای دور میامد میخواید پیامبر ببینه در بین صحابیش 20 نفر صحابه پیامبر ششته بود اون نمیشناخت که پیامبر کدام از یه هست اون نمیشناخت که کدامش پیامبر است برای اینکه همه یک سم لباس داشت اینطور یک جای بخصوص نبود که در یک چوکی بلند و یک میز و چوکی و یک جای بخصوص باشه که دیگر را در پایین باشه و در بالا باشه که بشنوه که بالا امرون نفر اون که بالا کس محتمن هست نینی هر جایی که خالی می بود پیامبر میشش یک رود به این سمت یک رود به این یک در بالا پایین هر جایی که بود و لباسش از مردم فرق نداشت این چیزها نباید باعث دید شما که ما ایره میار بگیریم فقط ببینیم که عقل سلیم خود دور از تعصب و دور از ریا و دور از نفرت هایی که ما انسان ها را خراب کردن یا ایست که در مورد ما چی چیزایی شنیدن یا در مورد وایز مبلغه که صحبت میکنه چی چیزایی شنیدن اونا سرشان تأثیر نکنن ببینیم که ما چی میگیم اگر با قرآن آشنا هستن چقدر قرآنی هست اینا یا چقدر عقل سلیم مایی را تایید میکنه و چقدر معقول و پسندیده است وقت است که میتونیم بسیار خوب از او پیروی بکنیم و رای خود را بهتر بسازیم آقای چیلاکان بازو بیاد میکنه آقای کیوان چرا یک برنامه خودش نمیسازه بلی بسیار درست است ما ازشان خواهش کردیم جاوید بالگزی کیوان عاشق صدای خود است و بس خب تشکر دوستا عزیزا لطف میکنن جاوید بارتر بازم کاکا چرا چیغ میزنی خب دوستا هست محمد شریف سلام آقای واسی من چند روز قبل نور وجود با نور وجود صحبت کرده گفتم که من میخوام که با دوست خوبم آقای واسی یک ساعت صحبت دوستانه داشته باشم گفتم که با خودشان تماس بگیرین دعوت کنن بناهن من انتظار زنگ دعوت در شدن را دارم چرانی اگر خواسته باشین انشاءالله البته یک با آقای شریف اگر دوستا بخاطر داشته باشن صحبت های من در قبل داشتیم یک مدت زنگ نمی زدن اما خب اقلی محترم هستن عقایده دارن برشان در برنامه و یک 5 دقیقه وقت میتونم که اگر بتانن صحبت بکنن چرا زیاد خب قدر ببینیم که در مورد 5 دقیقه اینا چی دارن که ابراز بکنن عرضه بکنن و او وقت است که ما میبینیم که آیا جای برزی داره که
یک ساعت اینا را در برنامه دعوت بکنیم که بین صحبت بکنن، جای داره یا جای نداره. در اون صورت اگر در دقیق صحبت میکنن، اگر ببینیم که چقدر معقول، چقدر مستند صحبت میکنن، در خدمتشان خواهم بود انشالله. و ضمناً زار نوری یاد میکنن، سلام به شما آقای وسیق، وسیق جان در فیض و برکت خداوند عشق و محبت باشید. مثل مثل است از گفتن تلخ است ولی ثمر شیرین دارد. ولی واقعا بسیار تشکر میکنم، بسیار تشکر میکنم از زار نوری بلی، که درست است که حقیقت همیشه تلخ است ولی که بر شیرین است، برای اینکه حقیقت یگانه چیز است که ما پوش جهان باید روش استوار باشه. این حقیقت چون برای هموطنهای عزیز ما، برای مسلمانهای عزیز ما در طول قرنها حقیقت نرسیده، حقیقت وارون به شکل معکوسش عرضه شده. و امروز که یک کس آمده به نام وسیق و برگشت به قرآن، این حقیقت را میگه، مستند هم میگه، حتی شک میکنن، شک میکنن، نه که قبول ندارن یا دقت نمیکنن یا تعصب دارن. امیدوار است ما افکار خود از این تعصبات و از این نفرت ها پاک کنیم، انشالله که رای ما بهتر خواهد شد. و ضمناً یک وهاب یا آقای وهاب یا خانم وهاب، اگر اسمشان مرزوقه اگر باشه، خانم وهاب نوشته کردن با عرض سلام و احترام محترم وسیق، بنده هر روز ترجمه شما را شنیدم و مقایسه میکنم، بالکل درست است. خداوند با شما، خداوند جلالشون شما را صد سال عمر طولانی و صد مندی خوشی و موفقیت های زیاده بدهد، آمین انشالله. از خواهر برادر عزیز ما بسیار تشکر میکنم از حسن نظرشان، واقعا جای خوشی است بسیار زیاد. و ضمناً سالم مؤمن محمد نوشته کردن، والا نامو بعد اوقات نمیدونیم دوستا از کجا هستن، خب عزیز با کدام کشور زندگی میکنن، حروف چقدر تلفظ میشه، اینا هم بسیار جالب است. سلام علیکم محترم. و علیکم سلام، بسیار تشکر برادر عزیز، امید است که در امان خداوند باشید. ببینید که یکی از امون مطالبه که من خدمت دوستا یاد میکردم، کمی مسئله قرآن کریم که ما این دو کلپ دگام داریم که باید کلپ هم بریم، دوستارم خطایشان هم اگر آمد میگیریم برشون صحبت میکنیم، چرانی یک دو کلپ دگام داریم که دو عزیزای ما باید بدانن که چقدر مشکلات ما داریم. از این کتاب که من پیشتر یاد کردم چقدر فریبکاری ها زیاد شده، حتی در این مورد کتاب چقدر چیزایی گفته شده که صداقت صادقانه نبوده، اصلا بسیار مبالغه کردن که سرش تبصره میکنیم. اول این کلپ نمبر دو اگر لطف بکنن که بشنون دوستای عزیزای ما. Uthman standardized the copies of the Quran, and therefore from his time up until our time there has never been two copies of the Quran that are different even in one letter. ببینید اینجا جناب دکتر یاسر قاضی است، آدم محترمی است، البته در غرب زندگی میکنن، در امریکا زندگی میکنن، اما اینا در یک کلپ خود که مدت پیشتر بود که در یک کلپ صحبت کردن و یاد کردن که اون کاپی که حضرت عثمان تهیه کرد تا حال حتی یک حرفش هم تغییر نخورده، یک حرف و یک کلمهش هم باز در اخیر میگه، یک حرف و یک کلمهش هم تغییر نخورده. شما دقت بکنید عین شخصیت است، انسان محترمی است البته، اما ببینیم که چقدر چیزها تحول میکنن، تغییرات چقدر زیاد شده که من هفته قبل یک اندازه بیشتر سرش تبصره کردم. اگر شما هم کلیپ نمبر 3 شما بگذارید.
Those who live in Algeria or Morocco or other North African countries, they recite the Quran in a slightly different way. Not just a voice or not just a speaking style, but also changes in letters and words and harakat. بله، گلفم دوستای ما دیدن که یاد میکنه جناب دکتر یاسر قاضی، البته دکتری خودم در دین گرفتن، فکر میکنم ماستری را در عربستان گرفتن و دکتری بود در جای دیگه و دین دکتری داره و آدم بسیار شناخته شده است در امریکا. اینا یاد میکنن که در الجیر و مراکش با کم تفاوت نه فقط در تلفظ بلکه در حرف و کلمه و حرکات. اگر متوجه شده باشیم در کلیپ قبلی خود چی میگفتن که یک حرف و کلمهش هم تغییر نخورده، او چیزی که خلیفه عثمان حضرت عثمان ترتیب کرد کپی قرآن کریم را از زمان تا حال یک حرفش تغییر نداره. یه داره کردن. درسته این کلیپ بعدی خود یاد میکنن که اونایی که در شمال افریقا و در الجیر و مراکش اینا هستن با تفاوت در آواز هم هست، اما نه تنها در تفاوت در آواز بلکه حرفش تغییر در حرف وجود داره. یک حرفش تغییر خورده، یک کلمه تغییر خورده، حرکات تغییر خورده. خب بسیار تفاوت هست از گفتی اولشان تا گفتی آخرشان. اینا چرا ببینید که 1400 سال بعد ما به حقایق قرآن نزدیک میشیم. عزیز ما که یاد کردن که چی حقیقت خیلی خب همین حقایق قرآنی است که تا امروز بعد از 1400 سال بر ما نرسیده، با تأسف نرسیده بر ما و این مشکل کلانه. همین خطا بگیرم که میشه که دوست از نو کالر آیدی است برنامه برگشت به قرآن بفرمایید. سلام، خوب هستین؟ شما خوب هستین؟ انشاءالله صحت و سلامت داشته باشین. شما میره گفتید که دکترا داره در دین. بله، در دین دکترا آدم باید کالج هست، یونیورسیتی داره اینا. یعنی اگر بله دکتر باشه، مثلا دکتر قلب باشه، جراحی قلب میکنه. بله، بسیار سوال خوب است. بسیار سوال خوب است. بسیار تشکر از لطفتان. خدا نگهدارتان. بسیار سوال خوب است. ولی ببینید که واقعا یک کس دکتری میگه در یک رشته در مورشته مطالعات میکنن. با تأسف تمام کسایی که در رشته دین میخواین دکتری بگیرن، خب دین قرآن است برادر خواهرم، این کتاب ماست. دین ما این کتاب ما از دریک از دکتری نمیگیره. میرن دکتری در روایات میگیرن. به نام یونیورسیتی احادیث در عربستان میره از اونجا دیپلم میگیرن. برای چی؟ در روایات. در روایات دکتری میگیرن، دریک از دکتری نمیگیره. در ایره کسای دکتری میگیره که در مقابل از این زانو بزنه و از این کتاب بیاموزه. به می خاطر مسلمان من میگم گمراه‌ترین امت در جهان است، برای اینکه این کتاب را ماندن. میرن در روایاتی که دیگرات پیامبر در مورد پیامبر چی گفته، پیامبر به نام پیامبر نسبت دادن. 90% خوب جهل است، اصلا شک درش نیست. میرن در مسائل جل که دروغ گفته شده، بافته شده، در اون میرن دکترا میگیرن. خب اصلا بیخی در این دین نیستن والا. من میفهمی اصلا یک دین دیگه را انتخاب کردن و ایران نه ای که اونا را اذیت بکنم والا، بلکه یک دین دیگه را انتخاب کردن، یک روش دیگر انتخاب کردن. اینا کسایی که از قرآن بخواین دکتری بگیرن، اونا اصلا در اونجا ندارن یک جایی که در عربستان، در مصر تو جایی ندارن که برن در قرآن دکترا بگیرن. ندارن، باور بکنین خواهر برادر ما، در نه عربستان دارن نه مصر که بزرگترین کشور دیگه است. که یک کلیپ مدارم باید براتان میمونم، نه امروز،
یک شیخ الازهر است و او شیخ الازهر با کلاه سرخور لنگی سفید و عبای که سر تا پا هست از اون شیخ های خود الازهر و او یاد میکنه کلبشه دارم همراه خود دارم اما یک وقت میگذارم براتون او یاد میکنه که الازهر اختطاف شده و ما میخواهیم یک گروه هست اونجا به نام الازهریون یک تعداد جمع شدن از علمایشان که اینا دست بایی میتن که الازهر پس به مجدش بزرگی اصلیش برگردانن ازش نطاق سوال میکنه که منظور چی است اختطاف شده خب یک وقت اختطاف شده نمیگه نمیال اختطاف شده همی اختطاف هست از قرن سالها به این طرف اختطاف شده کشاندنش باید در اوج قرآن تعلیم داده شود باید قرآن از قرآن مردم دیپلم بگیره ولی از قرآن نمیگیرن میرن از روایات دیپلم میگیرن از روایاتی که ابوهریره و امثالشان ساختن و راپور دادن آمدن گفتن علوم روایت در کتابا هست و این اهل حدیث از کله خود کار نمیگیره که بابا ما قرآن داریم چطوری روایات میگن پیامبر گفت خلاص دگر کی او را رد کنه پیامبر گفت دگر میگه پیامبر گفته خلاص کی ثبوت کرده میتونه ابدا کس ثبوت کرده نمیتونه و میرن سر از اون دکتورا میگره که باز چی کرد سر دروغ دکتورا میگرن میدنید این برادر ما که آقای قاضی یاسر قاضی شخصیت است که یعنی تا اندازه مک چیزایشان را که دیدیم که میخواین که روشن بینی هم بکنن میخواین گرایش بکنن به سوی حقیقت و به سوی عقل گرایش بکنن ولی در یک شرایط قرار دارن که اکثر پیروا و طرفدارای از اینا اونمو کسایی هستن که اونمو حدیثی و روایتی هستن اینا با احتیاط برخورد باید بکنن و در کلیپ هفته قبل هم که گذاشتم چون اخیراً یک جای صحبتهایی داشتن یک ایمیل چت امرا یک فرند خود داشتن یا چند نفر رفیقا که در اون جمله یک نفر رفیقای بوده که او را چیز کردن پخش کرده برای کلگی که بسیار ناراحت بود که چرا این کار کردن حرام است که کار کردن برای که ما خصوصی صحبت داشتیم او را برای همه رساندن که دیگه از هر جای کلپ ها زیاد در این مورد ساختن برای آقای یاسر قاضی کلپ های مختلف هر جای هر جملهش گرفتن و کلپ ساختن که این جمله چی معنا میده یاسر قاضی میگه که من اصلا در این روایاتی که هست در این میگه یک خلایی در این وجود داره خواهدی که چقدر بالسرایی تفسیر میکنن چی یعنی در این روایاتی که در مورد قرآن کریم میگه یاد میکنن در مورد قرآن کریم که من دو کلپ شام که براتون گذاشتم که آله ببینید چقدر تغییر آوردن در خود در یک جای یاد کردن که همون کلامی که در زمان عثمان تهیه شد تا امروز یک حرفش و یک کلمهش هم تغییر نداره اما وقتی که مسائل واقعی شد بالاخره اینا برآمدن و میگن که نه تغییرات هم در حرفش هست هم در کلمهش هست هم در حرکاتش هست کلپ آخر را شما شنیده پس ببینین که چینات اینا زیر فشار است که آیا باید حقایق را قبول بکنن نشه که ما مسلمان ها صوت مسلمان باشیم والله خدا نکنم اونتا همتون یک چیز داره که وقت فشار سر ما به حقایق قبول بکنیم آره کسایی که ناقدین کسایی که نقد میکنن قرآن و اسلام را در یوتیوب زیاد کلپ ها هستیم روز هر جمله از این را چون امرای یک کسی دیگه که به نام محمد حجاب امرایش انترویو کرد برای 145 دقیقه و درموجه یاد کرد که چقدر کسایی است که مسائل سوء استفاده میکنن چقدر کسایی است که از این بله وجود داره در تغییرات وجود داره بله چیزایی وجود داره بله اینا اعتراف میکنن اما کوشش میکنن در لفافه هنوزم بی پرده نمیگن باید بی پرده بگوین
چرا نمیگن بپرده؟ ببینید مشکل اساسی که ما میگم که مسلمان را مبالغه کردن فوق العاده در مورد قرآنشان مبالغه کرده، در مورد پیامبرشان مبالغه کرده، در مورد اسلامشان دروغ برشان گفتن، خب همین چیزا هست. در مورد قرآن کریم شیخ اول که براتون گذاشتم که یاد میکنه که یک حرفش در برین در سراسر جهان، یک حرفش، یک کلمهش، یک آیهش تغییر نداره. خب دروغ است، برای از اینکه اونا به این عقیده است که یک نوع، یعنی خداوند تضمین کرده کتاب ما کتاب است که یک نقطهش پس و پیش نشده، یک زیر و زبرش کم و زیاد نشده، یک حرفش کم و زیاد نشده. چرا جبهه گرفتن بر علیه اهل کتاب؟ این رسوایی است که بر امو کسا خداوند میده که امروز امو اهل کتاب میایه و میگه که از این تکنولوژی ما استفاده میکنیم، کتاب خود شما ببین چی داره. در حالی که خداوند هیچ وقت نه حرفش تضمین کرده، نه حرکاتش تضمین کرده، نه نقاطش تضمین کرده. سر از این صحبت ها زیاد است خواهر برادرم. من نمیخوام شما را مخشوش بسازم، برای اینکه مستند کلیپ بیارم براتون، بانم امراجتون صحبت بکنم و یک قرآن کریمی که من دارم امراج خود دارم، گفتم چون حداقل 400 جای 400 جای بسیار با عرض معذرت که من اینجا قرآنی که من دارم اینجا ببینیم که چیز شده کلش همه رنگه چیز کردیم، رنگه تمامش در سر سر قرآن کریم رنگه ما یه نشانی کردیم، استکر زدیمش. 400 جای در این کتاب است که به نام بر روایت ورش است. قرآن کریم بر روایت ورش است و این قرآن کریمی که ما همیشه داریم، همیشه ازش استفاده کردیم، بر روایت حفظ است. حفظ ان عاصم و ورش ان نافع که من باز بیرا توضیح میتونم که چی است. که البته تنها دو قرآن نیست، شاید بیشتر از 10 و 20 قرآن متفاوت باشه، تا اندازه تفاوت ها هست. اما این که قرآن کریم یاد میکنم این را حفظ کردیم چی است؟ پیام و مسج، پیام حفظ است. خداوند نه نقطهش حفظ کرده، نه حرکاتش حفظ کرده و نه حروفش حفظ کرده. اینا چیزهاییست که ما برای مسلمان گفتن ایناره. به اصطلاح علما تصمیم گرفته برای 1.5 میلیارد مسلمان که مسلمان باید چه قسم عقیده داشته باشه. چرا مسلمان خوش باور بوده، مسلمان هر چیزی که ملایش گفت قبول کرد، برای اینکه ریشه دراز داره و کلاه چیز داره و قلقله میکنه قبول کرد. مسلمان از عقل خود باید کار بگیره. در همه چیز ملا براتون دروغ گفته. در مورد اسلامتان نگفت که اسلام اینمی ماستیم، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اینمی اسلام است، دیگرها همه کافر است. خویر ملا گفتن، دروغ گفتن همه از اینا، همه از اینا دروغ گفته خواهر برادر ما برتان. قرآن نمیگه ایره، قرآن کریم همه را، اسلام فقط یک دین است، دین همه پیامبرها اسلام بوده، یعنی تسلیم شدن به خدا. دین همه انسان ها، هر انسانی که خدا پرست است و میگه قلبش آرام میگیره که نام خدا را برش میگیره، یا به نام خدا یا به نام الله که آقای کیوان هم اینجا رمیال یادم آمد که اینجا کلمیش هم روشته کردیم که از کلمه الله رو یاد کرد که آیا حضرت یعقوب الله را چه پرستش میکرد، منظورش الله مسلمان ها بود. ما باید این را باید بفهمیم عزیزای من که کلمه ما نه حرف پرستش نمی کنیم که او خی و دال و الف هست، یا او یا و هی و و و هیست که یهوه میشه، یا او الله الف لام لام هی میشه. ما حروف پرستش نمی کنیم. ما الله وقتی میگیم یا خدا میگیم یا گاد میگیم، همه او یک خالقی است، یک پروردگاری است که خالق همه جهان است، خالق ما هست، ما را خلق کرده و برای ما همه امکانات را فراهم ساخته. یک روز هم به پیشش به سویش میریم. پس دوباره
او خالق است، نامش هر چیزی که میمانه، خدا یک خداست. ما تغییر داریم، خدا را چرا تغییر میدیم که او حالا به الله مسلمان ها ایمان دارن یا ندارن؟ خب وا عرب نبود، وا یهوه میگفتن، وا عرب نبودن. عرب میگه الله، میگه فارسی زبان میگه خدا، انگلیسی زبان میگه گاد، آلمان ها میگن گاد، یا به زبان های دیگه نام های دیگه است. ولی اصل مفهوم هم خدای یکتایی است که خالق جهان است. و هر او کسی که امو خدا را پرستش میکنه، نام از او را میگیره به هر نامی که خودش در کلچر خود دارد، نه ای که کلمه الله را ببرن که باز چیز شوه. اگر اطور باشه ما با خدا جفا کردیم، خدا را بد معرفی کردیم. نباید ما وقتی با کسی که انگلیسی زبان هست ما کلمه الله را میگیم، اونا میگن که الله مسلمان ها، خدای مسلمان هاست. چرا؟ وقتی با انگلیسی زبان صحبت میکنیم که مسلمان نیست، صحبت میکنیم ما الله نباید بگوییم، باید خدا بگوییم، باید خدا بگوییم که مفهوم واضح شود. اگر با مسلمان صحبت میکنیم، اگر الله میگیم یا خدا میگیم، فارسی زبان ماست، او میفهمد. اما با کسایی که مسیح و یهودی است که امریکایی است، گاد باید بگوییم. چرا خدا میگیم ما؟ چرا الله میگیم؟ الله میگیم ما در حقیقت خود دین خود، یعنی ما خود جدا کردیم. خدای ما الله هست. گناه از اونا نیست که اونطور فکر بکنن. اکثرا هم اونطور فکر میکنن. پس هر کسی که دلش میتبه به خاطر اونمو خدا، به هر کلمه که یاد کرده و قلبش آرام میگیره و خود را تسلیم اونمو ذات میدانه، اونمو دینش است، دین از او با دین ما، با دین یهودی، با دین مسیحی، با دین هندو، زردشتی و بودایی و بهایی فرق نداره. چرا دین از دید قرآن کریم آیه 19 و آیه 85 سوره 3 سوره آل عمران، آیه 19 ان الدين عند الله الاسلام، آیه 85 و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه وهو في الاخره من الخاسرین. دین در نزد خدا فقط تسلیم شدن به خدا هست و هیچ کس ازش قبول نمیشه مگر تسلیم بکنه خدا، خدا به خداوند. فقط از طریق امو قلبش چطور خدا رو شناخته، اونو دین خود، دین انسان ها هست. پس ما با تمام اهل کتاب و امثالشان با دیگرا در دین، اونایی که دیندار هستن، دین ما با هم مشترک است. اونا میگن، در انگلیسی میگن سبمیترز، یعنی کسایی هستن که خدا سبمیت کردن با خداوند، تسلیم، سبمیت تسلیم معنا میده. در فارسی ما میگیم تسلیم شدگان، یعنی ما خدا تسلیم خدا کردیم. و در عربی میگن مسلمون، یعنی تسلیم شدگان. عرصهش یک معنا داره، دین همه یک دین است. اما در شریعت ها ما از هم تفاوت داریم. شریعت ما محمدی است، شریعت مسیحی ها مسیحی است، از یهودا یهودی است، یا از دیگر ها. به اون شکل شریعت ها فرق میکنن. دین ما یک دین است. کسایی که خدا میگن و میگن که ما به خدا اعتقاد داریم، به هر دیانتی که هستن، دینشان تسلیم شدن به خود، تسلیم شدگی است، تسلیم شدن است. ما برای من اشاره کردن که تمام شده و صحبتام هست. انشالله که را گرفته باشین دوستا و عزیزا. فکر میکنم که بعد کافی صحبت کردیم، شما را دردسر نداده باشم. انشالله از این صحبت ها زیاد است. خواهر و برادر ما باید متوجه حقیقت باشن، تعصب را از خود دور بکنن و هیچ وقت خود را در مقابل دیگرا قرار نتن. و گپای ملارم که وایزین و مبلغینه که انسانها را از هم جدا بکنه،
نباید کار بکنن، نباید بپذیرن، برای از اینکه از اسلام واقعی که قرآنی است از او در حقیقت منحرفشان کرده. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اولین باری که دوستام سرشیر صدف رو دیدن سر میز صبحانه پرشین ستایل ما، پرسیدن این چیه؟ یه نوع پنیر یا کره؟ بهشون گفتم خیلی خوشمزه تره. حالا که اونا هم سرشیر صدف رو مزه و تجربه کردن، از سلیقه صبحانه و سرشیر ایرانی خیلی خوششون اومده. و وقتی که سرشیر صدف جفت میشه با مربای به و انجیر یا حلوا و عسل صدف، او چی میشه؟ بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. I love getting my kids ready and driving them to school. But a careless driver can change your life in an instant. And insurance companies want to settle on the cheap. Auto Accident Help Desk connects victims with powerful lawyers. They fight for you. I called Auto Accident Help Desk and got help for my pain and suffering. Don't let an insurance company take advantage of you. Our attorneys fight and beat big insurance every day. If you've been injured in an automobile accident in the last 6 months, you owe it to yourself to make this free call with no obligation. When I called, they asked me a few questions and matched me with a powerful lawyer who knew how to fight for me. Call now. We're available 24/7 to help you get the money you deserve for your pain and suffering. They got me way more than the insurance company offered. Auto Accident Help Desk helps accident victims like you every day. Call 800-680-1196, 800-680-1196, 800-680-1196. I knew I could get myself out of this. I just needed some hope and some help. I took the first step to recovery when I made the call. If you're depressed, drinking, and using drugs, you may need help, and your insurance may offer coverage. Call the Addiction Hope and Helpline now for a free assessment with someone who cares. I had problems just getting to sleep, drinking, and using pills every night. I feel like I'm losing control. I'm afraid I'll lose my job or even my family. Are you losing hope? You can recover and get back on track. Call now for hope and help with proven gentle recovery programs. I never thought that I could be somebody who didn't drink and use drugs. I have something to hold on to for strength. I'm in recovery, getting the help I need. Call the Addiction Hope and Helpline now for a free assessment with someone who cares. Call 800-889-3573. 800-889-3573. ننه دیشب حواس قیمه بادم جون داشتم، گوشت بادم جون و لپه خریدم، چند تایی مهمون داشتم، دادمش عروستون درست کنه، نرنگی داشتم ازه، آبرون رفت جلو هرچی مهمونه، هنوز تنم میلرزه. قیمه بادم جون روب خوب میخواد، عطر فراوون طعم خوب میخواد، این روب گوجه زرین تک مفید و سالم، چون کم نمکه، عطر رو ببین جون باقه ونکه، یعنی خورشت خوشمزه، فقط این روب زرین و یکم گوشت و باقیش کلکه. آره عزیزم، زرین توی روبا تکه، زرین توی دنیا تکه. روب گوجه فرنگی زرین از همه کنون در اکثر فروشگاه های ایرانی و اینترنشنال در امریکا و کانادا در دسترس شماست. محصولات زرین بی همتاست. Loan Depot is better than banks. That's right, I said it. Better than banks. Loan Depot is a direct lender, so you get faster approvals and faster closings, which means you start saving money faster. Refinance at today's low fixed rate. And with our lifetime guarantee, your rates will stay low. Because if interest rates ever drop, you can refinance with Loan Depot without any appraisal or lender fees. 1-800-482-5189.